بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلات و سلام على رسول الله محمد و على آله و صحبه و من والله و سلم تسلیما کثیرا. با سلام خدمت شما عزیزان بیننده، در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه زنده میزگرد هفته وهابیت افسانه یا حقیقت. ادعا می شود گروهی به نام وهابیت وجود دارند و محمد بن عبدالوهاب به عنوان مؤسس این گروه، آیا واقعا وهابیتی وجود دارند یا خیر؟ اگر وجود دارند، مبانی و اندیشه ها و اعتراف به این گروه و صاحبان این اندیشه مدارک و دلیل های اعتراف کجاست؟ و اگر وجود ندارند، آیا همین ادعاها بی اساس هست؟ اگر محمد بن عبدالوهاب یا به عنوان مؤسس فکر وهابیت بر اساس ادعای روحانیت ایران یک فکر انحرافی داشت، چرا تا کنون به مدت چهار ماه پیش تا به امروز این وهابیت افسانه حقیقت در شبکه کلمه مطرح شد و مطالبه شبکه جهانی کلمه بر ارائه یک جمله از فرمایشات محمد بن عبدالوهاب که با قرآن در تضاد باشد و این جمله از روایات و نقل قول نباشد، از فرمایشات خود محمد بن عبدالوهاب که با قرآن در تضاد باشد، چرا جامعه روحانیت سکوت را ترجیح دادند؟ آیا جامعه روحانیت تصمیم گرفتند بار دیگر جام زهر را نوش جان فرمایند؟ در این برنامه موضوع وهابیت افسانه حقیقت با حضور استاد سید منصور حسینی و دکتر سید حبیب الله زیایی مطالب را تقدیم حضور شما عزیزان خواهیم کرد. امید است که مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره. سلام علیکم و رحمت الله استاد سید منصور حسینی و سلام علیکم و رحمت الله دکتر سید حبیب الله زیایی. از شما شروع می‌کنم استاد دکتر سید حبیب الله زیایی. بحث وهابیت افسانه حقیقت، من بار دیگر این سوال را مطرح می‌کنم و دوست دارم پاسخ حضرت عالی را بشنویم. آیا واقعا وهابیت افسانه است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین و علیه و صحبه اجمعین. عرض سلام خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و عرض سلام خدمت همه دوستانی که به هر حال مستقیم یا غیر مستقیم صدای ما رو میشنون. قبلا هم اشاره داشتیم به این مطلب و گفتیم که وقتی ما یک موضوع رو حقیقت میتونیم تلقی کنیم که چارچوبش، حد و حدودش استقلالی داشته باشه که به عنوان یک فرقه بتونه مطرح بشه، ولی تأکیدمون از اول این بود و اون چی که شما هم عرض کردید در بارها مکررن ذکر کردیم، بر این که دلیلی یا حجتی یا متنی از گفتهایشون بیاریم بر این که معارض با کتاب و سنت باشه، بحثمون در حقیقت این نبود ما بگیم که شون جایت خطا درش وارد نمیاد و خدای نکرده معصوم هست. بحثمون اینجاست که ما چون پایه‌های فکری داره و یک قالبی از اندیشه دینی رو که بیشتر محورش توحید و لا اله الا الله است برای مردم در قالب کتابی که مشهور است به نام کتاب توحید ارائه داد. این کتاب رو اگر ما نگاهی خیلی سریع هم روش بندازیم، با یک اندک بگیم انصافی نگاه کنیم، غیر از مجموعه از آیات و احادیث صحیح و صریح که رسول اکرم صلی الله علیه و آله چیز دیگه‌ای رو نداره. در نتیجه وقتی ما میگیم افسانه هست، به این معنا که یک فرقه مستقلی نیست که ما فکر کنیم این یک مذهب یا فرقه جدا شده از دین هست، بلکه بحثمون اینجاست که این یک احیاء فکر دینی هست در عصر معینی که عموما در هر زمانی دین نیاز داره به احیا کننده های مختلف در امور متعددی که بر حسب نیاز جامعه هست. اگر اجازه بدید من برای اینکه مطلب رو مطرح کنم، شما فرمودین که خب به صورت این وهابیت در واقع وجود خارجی نداره، گفتیم میشه که چرا شما از این لقب وهابیت میترسین و این که شما میفرمایین وجود خارجی نداره، ما شیخ عبدالعزیز بن باز رحمت الله علیه در سایت خودش این قضیه رو اعتراف کرده و این رو بیان فرموده که وهابیت وجود داره و من این سایت رو اگر تونستم در این وقت محدود ارائه بدم انشاءالله عالی خواهد بود. بفرمایید در این باره اشغال ماست. من مدرک دارم، خودم مطالعه کردم و اینکه
اشاره میکنه به این که این لقب وهابیت دلیلی است بر توحید. بفرمایید. ایشون جملهش اینطوری هست که میگه به اهل توحید در این زبان در زمان وهابی گفته میشه، یعنی این که دیگران این رو میگن، یعنی این لقب رو بهشون میدن. شما هر چی اسمشو بذارید، میخواید وهابی بذارید، میگی بخواید بگی توحیدی، میخواید بگی مسلمان، میخواید حتی اتهام دیگه هم بزنید منفی یا مثبت، در مجموع این هست که فعلا اون چه که ایشون مطرح داره در موضوع اینه که متعارف در بین مردم در جامعه ما فعلا این است که هر کسی که واژه توحید رو به کار برد و از توحید سخن گفت بهش میگن وهابی. این یک واقعیت هست، ولی ما اون چی که انکار میکنیم نه گفته ایشون هست و محتوای گفته ایشون، انکار میکنیم، انکار این داریم که این یک عقیده یا بگین یک فرقه یا یک انشعابی از دین یا از فکر دینی یا از جریان اهل سنت شما جماعت به شمار نمیاد، بلکه این در امتداد احیاء همون فکر و اندیشه است و غیر از قرآن و سنت چیز دیگه رو با خودش نداره. این اعتراف در حقیقت اعتراف بر این که اتهام بر این مجموعه وارد است که این واقعیتی هست. خب حالا که پذیرفتی، من البته اگر تاخوان تصیل لپتاپ رو فقط بدن، من این رو به عنوان یک استناد که خود شیخ بن باز رحمت الله علیه این رو بله در سایت شیخ بن باز عبدالله بن باز رحمت الله علیه این مطلب ذکر شد. متشکرم تاخ فرمان. استاد زید بنان، آخرین سوال من در این بخش دوست دارم حضرت علی پاسخ بدم، همین که وهابیت چه معنایی داره و چرا بایستی اینقدر این وهابیت معنای ناشایستی باشه که مخالفین اصرار دارن این وهابیت در مخالفین فکری خود نسبت بدهن؟ این دو موضوع داره. یه موضوع، یک بحثش بحث پیشینه تاریخیش هست که در ذهن عامه مردم طوری جا انداختن که این فرقه یک فرقه هستند رو انحرافی، گستاخ و ده ها معنای مفهوم دیگه‌ای که در اتهامات توسط نیروهای مختلفی که سلطه در دستشون بوده از زمان استعمار انگلیس بگیرید تا به حال این ادامه پیدا کرده متاسفانه، و در این قالب براشون مفید هست که با این قالب با این اسم بتونن فرد مقابل خودشون یا فکر صحیحی که در قصد با قصد طرح دین حق هست اون رو بتونن محکوم جلد. معنای لغوی وهابی چیست؟ بله، معنای لغوی وهاب یعنی یک صفات پروردگار است که بنان وهاب است، یعنی دهنده، کسی که بسیار بخشنده، بسیار بخشنده. رب العالمین صفتش بسیار بخشنده هست. خب پس معنای بسیار زیبا و کلمه بسیار زیباست و اینجا فکر نمیکنم این اندازه هدیه است تا اینکه اتهام باشه. استاد حسین، من مطلبی مطرح میشه با اون هم محمد عبدالوهاب رحمت الله علیه به عنوان یک اصلاحگر و یک مجدد که با خرافات و بدعت ها مبارزه شروع کرد. خب گروه ها و کسانی با او به مبارزه برخواستن، در واقع مبارزه یا اینکه شروع دعوت محمد عبدالوهاب چگونه بود و چه کسانی با او به مخالفت برخواستند؟ بله، بسم الله، الحمد لله و الصلاة والسلام على رسول الله و على آله و صحابته و من والاه. معمولا زمانی که انسان عاجز میشه از این که بتونه با منطق و حجت بتونه چیزی را مطرح کنه، دلیلی نداره، شروع میکنه به اتهام زدن، اتهام وارد کردن. این چیزی بوده که ما وقتی قرآن رو نگاه میکنیم در طول تاریخ دعوت انبیا اینگونه باشون مبارزه شده. مگه به کسانی که مسلمان نمیشدن در زمان رسول الله نمیگفتن که تسبع؟ بله، خب میگن دین نودین شده، دینش عوض کرده، سبعی میگفتن با صاد، نسین، نه عبدالله ابن سبع، با صاد که نسبت دیدن تقام به سابعه، اینطور چیزهایی بوده. بس مسئله اتهام وارد کردن چیز جدیدی نیست، اما این یک صفت بسیار بدی است که انسان مخالف فکری خود را بخواد با تهمت زدن مورد ارعاب و تهدید قرار بدهد. ترساندن مردم با دادن یک لقبی که در بین چیز زشتی بوده، بله، چیز بدی بوده، و چسبوندن اون به افراد دیگر. خب این ما داریم که هر الان به این برچسب آماده است، هر کس که بخواد یک اعتراضی کنه میگن آه این برخلاف مصالح ملی ما داره صحبت میکنه، این داره فلان میکنه، این فلان میکنه، برچسبایی که آماده هست. بله، یعنی مخالف را کوباندن با نامگذاری ها. اصلا خود قبلا هم گفتیم، همونطور که گفته شد، اصلا ما چیزی در فرهنگ اسلامی به اسم گروه های اسلامی حقیقی به اسم وهابیت نداریم. در الان وهابی که بوده گفتیم که در قرن دوم، نهایت قرن سوم بوده، در سال 175 بود
که عبدالله بن رستم این گروه را تأسیس میکنه. الحمدلله این در کتاب های متعدد اومده، حتی غربی ها به این قضیه اعتراف کردن. به عنوان مثال نویسنده فرانسی به اسم شارلی آندره در کتاب خودش تاریخ آفریقای شمالی میاره، قضیه صحبت میکنه از گروه وهابیت. و همچنین فرد بل در کتاب خودش گروه های اسلامی در شمال آفریقا صحبت میکنه از گروه وهابیت. و وقتی که به تاریخ هم نگاه میکنیم، سوال میشود از علی ابن محمد لخمی که متوفا سال 478 است، یعنی در قرن پنجم بوده، بله، از مساجدی که وهابی ها درست کردن به عنوان جنان انحرافی، یک جنان انحرافی، بله، اون زمان، بله. خب معادلس در سال در قرن 12 بوده. سوالی که میشه در قرن پنجم هست از وهابیایی که اونجا بودن، در شمال آفریقا بودن. علی ابن محمد لخمی از در آفریقا هستن. خب از سوال میشه در مورد مسجدی که وهابیا درست کردن، وهابیایی که در قرن پنجم بودن. خب ما وهابی که هنوز به وجود نمیاد بوده، محمد بن الوهاب در قرن 12 بوده، 1115 دنیا اومده. 1115 دنیا اومده. خب سوال میشه، خب میگه که درست نیست، اونا رو تکفیر میکنه. حالا اون اسمو گرفتن، قبلا هم گفتیم، دادن به یک گروه توحیدی، فقط اون اسمو گرفتن، تشابه محمد ابن عبدالوهاب. اون عبدالوهاب ابن عبدالرحمن ابن رستم ایرانی الاصل، فارسی الاصل میارن، حتی زرکلی در کتاب خودش میاره که ایرانی بوده. و این فرقه عبادی را تشکیل میده در سال 259 یا 269 هجری هم توسط دولت فاطمی از بین میره این گروه، توسط دولت فاطمی. جالب، توسط دولت فاطمی ها. نگاه کنید عبازی هایی که اینقدر متطرف و تندرو بودن توسط این گروهی که فاطمی ها هستن، از خود را به اسم در حقیقت یهودی هایی بودن که در پناه اسم فاطمه. این هم با یک برنامه ریزی زیبایی داشته که رهبر اونها در حقیقت خود را از شاگردان حضرت جعفر صادق قرار میدهد، فرزندانش هم طور نامگذاری میکنه به این اسم، در حالی که یهودی بوده. با یک ترفند خاصی میاد اسماء فرزندان خودش را از همون آل بیت انتخاب میکنه و خود را به اونها نسبت میدهد. دولت فاطمی به نوعی تشکیل میدن اینو در مغرب زمین. خب اینها کسانی بودن که به عنوان وهابی شناخته میشدن. اما دعوتی که شیخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب آورده در قرن 12 هم شروع کرده، کسانی که میان در برابر این دعوت، همطور که در سوالتون بود، بله، یکی اولین کسانی که میان در برابر دعوت شیخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب استعمارگرها بودن، و بعد علمایی که اهل خرافات و قبر پرست بودن. هفته گذشته ما یه مسئله دادیم از محمد حسن عاملی، محسن عاملی، محسن امین عاملی که گفتیم، داره میگه که محمد ابن الله با زیارت قبور و ساختن گنبد و بارگاه بر قبرها مخالف است. حالا یک نمونه بود، خیلی از امکان در از علمای بدعتی و قبوری اهل سنت هم این فکر رو داشتن. به عنوان مثال ما انگلستان، مثلا انگلستان زمانی که ابراهیم پاشا حمله میکنه با لشکران مصری خودش و شهر آینیه را که مرکز دعوت بوده از بین میبرد و سرکوب میکنه، خب یکی از فرماندهان، از افسران ارتش بریتانیا و فرمانده گروه 447 رو میفرستن که در هند بوده، میاد تا درعیه در اونجا نگاه میکنه، با ابراهیم پاشا ملاقاتی داشتن. بعد از این که میاد بهش تبریک میگه، بله، و هدایای بهش میده. خب انگلیس چندین ترس داشته. یکی مسئله این بوده که نیروی دریایی سعودی با نیروی دریایی که قواسمی که در شارجه و رأس الخیمه الان هستن، یک در نیروی دریایی بسیار قوی داشتن در امارات متحده عربی، بله بله، نیروی بسیار دریایی بسیار قوی داشتن که اینها باعث حمله میکنن به کشتی‌های انگلیسی ها. این یک سبب بود. سبب دوم این بود که خیلی هندی ها متاثر شده بودن به دعوت تجددی و توحیدی محمد ابن عبدالوهاب. در برابر قادیانی ها ایستادن. خب قادیانی و یا گروه های دیگه منحرف، اینها ساخته و پرداخته انگلستان بودن. در برابر
فکر توحیدی اصیل به وجود آورده بود. خب افرادی شده بودن، علمایی متأثر شده بودن به فکر شیخ الاسلام محمد ابن عبدالوهاب و در برابر این افکار منحرف ایستاده بودن. خب انگلستان داره احساس خطر میکنه، هم از نیروی دریای قوی اونها، هم از فکر قوی اونها که الان در کشوری که در مستعمره اوست افرادی دارن به این فکر متأثر میشوند. براش خیلی سنگین بود که افرادی روشنگر و بعد هم در برابر او بیستن. اینا یک گروه. گروه دوم حتی فرانسه میبینیم. بله. فرانسوی ها چون در شمال آفریقا بودن، شمال آفریقا هم متأثر میشه، نگاه کنید این دعوت چگونه جهانی میشه. یعنی نیروهای شر، نیروهای استعمارگر همه با هم هجوم میکنن به این فکر. واهمه داشتن از این فکر به شدت. فرانسوی ها به عنوان مثال سید محمد ابن عبدالله العلوی پادشاه مغرب بوده. بله. متأثر میشه به فکر شیخ الاسلام محمد ابن عبدالوهاب، مبارزه میکنه با بدعت. کتابهایی که در مسئله بدعت بوده یا گنبد بارگاه رو خراب میکنه، زنگ خطری است برای فرانسه. ایتالیا ها نگاه میکنیم، ایتالیا ها در لیبی الجزائر اونجا استعمار کرده بودن. بله. محمد ابن علی سنوسی خب مشهور هست از علمای بله. مجدد مغرب هست، لیبی و بله. چیز اصلا الجزائری هست اما در لیبی بوده. بله. خب این دعوتی که شروع میکنه فرانسوی ها را وحشت زده میکنه، بالاخره بایستی اصل خوش کن. خب حالا با سنوسی درگیر شدن. خب اون فکر محمد عبدالله که هست. همچنین سومالی ها میبینین که سومالی ها هم متأثر شدن به فکر شیخ الاسلام محمد ابن عبدالوهاب. هلندی ها که در اندونزی و اون کشورهای اطرافش رو استعمار کرده بودن، میبینیم که در جزیره سومطره، جاوه، سولو، حجاجی که میرن به عربستان متأثر میشن به فکر توحیدی. خب این هم یک گروه دیگه. و معذرت میخوام، فقط این مطلب بسیار زیبا و بررسی تاریخی دقیقی بود. برای اینکه وقت ما هم محدود هست و بایستی به نتیجه هایی برسیم، دکتر سید حبیب الله زیادی گفتی میشه که محمد عبدالوهاب رحمت الله علیه خب یک فکر انحرافی داشت و بزرگترین دلیل بر این فکر انحرافی مخالفت برخی از علمای هم عصر خودش و حتی علمای کنونی هم از اهل سنت با فکر و اندیشه هایشون مخالف هستند و این خود بزرگترین دلیل بر انحرافی بودنش است. من دوست دارم این نکته ای رو در رابطه با این موضوع کلی تر بگم. بفرمایید. و اون این هست که متاسفانه یکی از روش های بسیار غلطی که به کار گرفته میشه برای رد کردن یک حقیقت، یک واقعیت، بله، این هست که عموماً افرادی که تو این صحنه قرار دارن آرای شاذی از علما رو در تاریخ 14 قرن هست جمع میکنن و به نام اهل سنت سری روی صفحه اتوکد خودشان میذارن، سری فلان فلان شافعی اینو گفته، اون حنفی اینو گفته، اون مالکی اینو گفته، تاریخ فلان با سرعت خیلی زیاد هم میخونن، بیننده جلو فکر میکنه که این علامه در هست و ماشاءالله هر چی داره میگه مستند بر کتب هست، چقدر راست میگه، چقدر دروغ میگه، چقدر بریده، چقدر تحریف کرده، اون رو خدا میدونه. ولی مهم اینجاست که با این سبک یا با این منهج میان یک نوع بلبله‌ای در ذهن بیننده ایجاد میکنن که میگه این موضوع که عام هست 10 تا 20 تا نفر داره از خود اهل سنت بین اعتقاد داره، در نتیجه چه اینا دارن متهم میکنن طرف مقابل رو، در صورتی که این منهج علمی نیست. اینا باید خودشون هم خوب میدونن که دارن با این سفسطه‌گری خودشون فقط دارن آب رو گل‌آلود میکنن. منهج علمی این هست که ما بگیم آقا ایشون اگر حرفی رو گفته اشتباه هست، مخالف با قرآن و سنت هست، خب صفت هست، داریم بس اون همین هست، شما هم دارید تحدی میکنید. از قبل چهار ماه هم پیش شروع شد. بگم ایشون این نکته رو گفته، دلیلش هم اشتباه است. اگر دنیا هم بگه که این کلام صحیح هست ولی غلط باشه و دلیل نباشه، غلط هست. اصلا مطرح نیست که ما 10 نفر اهل سنت فرزن یه قول شاذی رو گفتن. بله، روحانیون گفتن علت سکوت ظاهرا در بعضی از وبسایت ها گفتن، حالا به هر صورت ارائه شده گویا به این که دوست دارن بحث وحدت صحبت بشه و در این مباحث شاید نتیجه نداشته باشه، به همین خاطر روحانیون ترجیح دادن سکوت رو در واقع اختیار کنن. خوبه، کاش که این بحث وحدت رو
اساسی تر دنبالش می بودن تا اینکه ما واقعا عینیتش رو می دیدیم. ولی واقعیت اینه که شبهات رو تر می کنن، بعد میگن که وحدت با قرآن جواب کریم ندید که به وحدت ضرر می رسه. قرآن کریم هم و رب العالمین حکیم هم برای اینکه قلوب مریض و بیمار رو آزمایش بکنه، عموماً حتی در قرآن خودش در کتابش که کتاب محکمی هست میگه هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات و اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله. این منهج هست، یعنی در حتی در نظام قرآن حکیم هم یک نکته‌ای وجود داره فقط برای اینکه این افراد مریض شناخته بشن. در تاریخ هم از این نمونه زیاد هست و لغزش علما هم به طور طبیعی شاید یک لغزشی ابن حجر اسقلانی داشته باشه، یک لغزشی دیگه ابن حبان داشته باشه، لغزشی دیگه نمیدونم بخاری داشته باشه، فرق نمیکنه. حتی ائمه ما کلام امام مالک هست، میگن کل رجل یؤخذ من قوله و یرد الا صاحب هذا القبر، هر انسانی گفتش رد میشه یا پذیرفته میشه مگر صاحب این قبر. این حتی امام مالک گفتش پذیرفته میشه و رد میشه و این حتی شافعی حتی حنفی حتی خود امام شافعی امام ابو حنیفه رحمت الله علیهم اجمعین همشون این گفته مجموعاً این قول از همشون روایت هست که هیچ کسی به خودش این قداست رو نمیده. یک اصل علما ترک کردن که من تتبع رخص العلماء فقط هلک، اگر کسی دنبال این باشه که اقوال شاذ رو از علما در بیاره هلاک میشه. اینا دنبال هلاکت هستن. مسلماتی که ما در قالب ادله صریح و شفاف کتاب و سنت ارائه میدیم اون رو طرح میکنن، میان شبهاتی که فلان اینو گفته فلان اینو گفته فلان گفته جایزه فلان گفته گفته اینطوری هست. این روش منهج میگه یکی از نشانهای وهابیت اینه که مثلا اگر امام مالک رحمت الله علیه یکی از علما بزرگان دینی مراجع به هر صورت دانشمندان جهان اسلام اگر حرف ضعیفی رو مطالب ضعیفی و فتوای ضعیفی رو ارائه دادن شما با جرأت و شهامت تمام میگین این فتوا ضعیف هست و این در واقع اهانت تلقی میشه به علما و دانشمندان. این همون موضوعی هست که متاسفانه در بحث قلوب وارد هست، همون موضوعی هست که کل اهل کتاب بین دچار شدن و انحرافشون از اینجا شروع شد. وقتی که ما افراد مختلف رو به منزله نبی میرسونیم یعنی ختم نبوت رو زیر سوال بردیم. ما ختم نبوت لازم نیست که فقط بگیم نبی بعد از نبی اومد، میتونه ختم نبوت نقضش هم حقیقی باشه هم حقوقی باشه. حقیقی همون فرقه قادیانی یا باهائیت ایران که گفتن فلان آقا اومده و دین تازه یا بالاخره بهش وحی اومده نبی تازه، ولی اگر ما این مقام نبی رو به هر کسی بدیم بازم شد خط نو وزیر یا لسان حال یا لسان مقال هر دو همون رویش رو دارم. همه اینها موضوع یک مطلب هست. بسیار ما تقریبا در جنبندی مطالب که شبهاتی که حول محمد عبدالوهاب رحمت الله علیه مطرح میشه، به نظر شما آیا همه این شبهات بی پایه و اساس هست؟ هیچ اساس و هیچ ریشه ای نداره؟ دوست داریم در این باره مطالب ارائه بفرمایید. بله، این استاد زهید صحبت اشاره زیبایی داشتن. مثلا اینه که اینها مرجعیت رو به قرآن و سنت نمیدن که ما بیایم سخنان افراد رو بر اساس میزان قرآن و سنت وزن کنیم. متاسفانه مرجعیت دادن به فلانی و فلانی که فلانی این اعتراض کرده، فلانی اینو گفته. ما نگاه کنیم، بر بگردیم سخنان، به عنوان مثلا بحث ما در مورد محمد ابن عبدالوهاب هست، آقا ما سخنان محمد ابن عبدالوهاب را بذاریم در میزان قرآن سنت وزنش کنیم با قرآن با سنت، نه با گفتار فلانی و فلانی و فلانی و فلانی که چی گفتن. خب اینها مگر مرجعیت در وزن کردن افکار دیگران دارن یا اینکه باید برگردون به قرآن و به سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم؟ پس ما برگردیم به قرآن و سنت. همین اعتراض دوستانی که میگن هی مسئله وهابیت مطرح میکنن فلان هست، میگم خب اون چیزهایی که شما میگید واقعا اگه وجود داره برگردون به قرآن حقیقتا. حالا نگاه کن اون شبهه هایی که مطرح میکنن در مورد دعوت شیخ الاسلام محمد ابن عبدالوهاب، شبهه هایی ما میگیم حقیقتی وجود نداره، شبهه هایی است که اینها ناچارن برای حفظ وجود خودشون، حفظ فکرشون ناچار شدن که این شبهه را مطرح کنند. اولا یه سری شبهه هایی است که در گروه های گذشته بوده به فکر شیخ الاسلام نسبت دادن، مثل قضیه تکفیر. ما وقتی نگاه میکنیم اولین فرقه‌ای که تکفیر رو سر لوحه خودش قرار داده اصل هست فرقه شیعه هست. عبدالله بن سبا مؤسس فکر امامت من عند الله یک فکر، یک انسان کاملا تکفیری بوده.
الان شما در روایت ها بخونید میگه هر کس که به فکر امامت ایمان نداشته باشه کافر و مرتد هست. حتی شیعیان زیدی، شیعیان اسماعیلی، شیعیان افتحیه، شیعیان واقفیه، شیعه فلان فلان، همه اینها مرتد و کافر هستن جز خودشون، و حلال میدونن کشتن شما، حلال میدونن گرفتن مال شما، حلال میدونن واجب هست در هنگام دفاع میگه از دین که به شما تهمت بزنن، اتهام وارد کنن. همین اتهام وارد کردن ها واردی همین قضیه میشه. اون حاج آقا داره میگه که کسانی که در ساختن این کلیپی که اهانت به فلان کارشناس هست مشارکت داشتن همه ثواب دارید، امام اینو گفته، گفته که بهشون تهمت بزنید، اتهام وارد کنید، باهتوهم. وقتی این فکر هست، فکری بوده، حالا میاد متهم میگه، میگه آقا وهابی ها تکفیری هستن. خب شما اصلا وجودتون بر اساس تکفیر هست، شما اهل سنت قاطبتن را تکفیر میکنید، شیعیان زیدی و همه را غیر از خودتون تکفیر میکنید. خب حالا معلوم میشه که شبهه ای که خودتون دارید، جذوری که ریشه های فکری خودتون رو میچسبونید به دیگران و خود را مظلوم نشون میدید که ما مظلوم هستیم، وهابی ها ما را تکفیر میکنن، وهابی ها ما را میکشن. خیلی عجیب است. اون کارهایی که خودشون انجام میدن و انجام دارن میدن، میان متهم میکنن گروه های دیگه برای توجیه کارهای خودشون، حتی برای اینکه بتونن این تکفیر خودشون، بتونن این کشت و کشتار و خیانت به دیگران رو توجیه کنن، میگن برای اونها این کارو میکنن، ما در دفاع از نفس خودمون کار انجام میدیم. این یک گروه. گروه دوم یا از شبهه ها اصلا سخنایی نیست که دروغ هست و به شیخ الاسلام محمد ابن عبدالوهاب چسبونده شده. بله. و دروغ گفتن که حد و حدودی نداره. دروغ اون ملا بود، ملا نصرالدین میگه دروغ گفت خودش هم باورش شد. بله. خودش هم بچه ها میرفت. خب اینها اینقدر دروغ گفتن، اینقدر اتهامات دروغین وارد کردن که خیلی ها که امکان داره عالم هم بودن، در کشورهای دیگه، در شهرهای دیگه بودن، متاثر شدن. و گفتیم که وقتی که به شوکانی که یک خود یکی از علمای بزرگ در یمن هست، بله، اول قبلا زیدی بوده، شیعه زیدی بوده، میاد تو فکر توحیدی و قرآنی. خب وقتی که این شایعاتی که در مورد دعوت شیخ الاسلام میشنوه، میگه که من گمان میکنم که صحت نداره. عجیب. با یقین نمیتونم بگم، من فکر نکنم که این درست باشه. جالب. خب اینم یک نوع از شبهه‌هایی که، و شیخ الاسلام خودش در طول زندگیشون همیشه این شبهه‌هایی که مطرح میشده رد میکردن. نامه‌هایی که مینوشتن به شهرهای دیگه، به علما، به کشورهای دیگه مینوشتن، فکر خودشون رو توضیح میدادن که این فکر که این چیزی که به ما نسبت داده میشه نیست. مسئله بعدی، مسئله اینه که شبهه‌ها به خاطر اینکه واقعا از اینکه بتونن در برابر حجت‌های قرآنی و سنتی رسول عبدالمحمد بن عبدالوهاب بیستن، نمیتونن به خاطر اینکه عجز و ناتوانی خودشونو بپوشونن، متهم میکردن، اتهام وارد کردن، چون عاجز و ناتوان بودن. مسئله بعدی که خیلی سریع نمیگم که سخنانی است که اصلا میان این، متاسفانه طور که دکتر هم اشاره فرمودن، سخنو سربریده و دنبریده میکنن و میاد کوپس میکنه، تکش میکنه، بله اینجا اینو گفته، محمد الله اینو گفته، سخن را دنبریده کردن. مثل این است که بیاد آیه قرآن میگه فویل للمصلین، ایها الناس نماز نخونید که خدا گفته که وای بر نماز گذاران. بله. خب خیلی از کسانی که در برابر دعوت توحیدی محمد ابن عبدالسلام خودشون کتابا را نخوندن، من یقین دارم همین آیت اللهی هم که داره، یا اون حجت الاسلامی، یا اون فلانی که نداره میکنه، هنوز کتاباشو نخونده، نمیدونه و جرات هم نمیکنه بخونه. بر اساس یک سری اوهام و توهماتی که بهش رسیده حکم میکنه. متشکرم استاد منصور حسینی. دکتر سیدی الله زایی بنون آخرین سوال مطرح خواهم کرد. گفتی میشه که وهابیت به قرآن توجه نمیکنن و بسیار بسیار اندک قرآن میخوانن. بر این ابهامی که مطرح میشه شما چه پاسخی دارید؟ من این رو باور نمیکنم کسی همچین قولی رو به زبان بیاره، به خاطر اینکه با یک نظر خیلی ساده بر کتاب توحید مرحوم محمد عبدالوهاب راحت دیده میشه که این کتاب مجموعه از آیات و احادیثی هست که حتی از رأی شخصی خودش هم خیلی کم داخل کرده. اگر من دلیل ارائه دادم میپذیرید؟ برحال شما صاحب دلیل هستید. بسیار بعید هست که کسی بعد از اینکه حتی یکی از مناظرین اینها
در شبکه ادعا داشت که من با مفتی اعظم عربستان سعودی مناظره‌ای داشتم، ایشون به جای چند تا آیه هیچ دلیل دیگه نداشت، یعنی مثل آیه کفر است، هیچ ارزش و حیثیتی نداره. نمیدونم الان ایشون از نو کسی دیگه اختراع کرده باشه این قضیه رو. من مدرک رو از زبان یکی از مراجع عالی قدر جهان تشیع ارائه خواهم داد. این رو با هم دیگر شاهد باشیم. اتفاقاً تصویر لپتاپ رو ما بدین، ما با هم دیگر این رو بشنویم. خراسان شمالی، آقا مجید، عرض سلام و ادب و احترام. سلام علیکم آقای کیانی و خدمت مرجع عالی بعد حضرت آیت الله مکارم. ببخشید بفرمایید، سوال داشتم. در شبکه‌های وهابی زیاد شیعیان رو متهم به شرک میکنن، میخواستم ببینم آیا شبهه شرک در میان شیعیان هست و انواع شرک خفی رو میشه معرفی کنن؟ و بعد یه خواهشی هم داشتم. خب من فقط سوال بیننده رو لطفا یادداشت بفرمایید از بینندگان عزیز و دوستان، چون برای اینکه من کلیپ قبل از برنامه رو کلا دقیق گوش دادم و نکات خیلی مهمی هست. سوال بیننده شرک خفی است، از مرجع عالی قدر جهان تشیع سوال میشه مبنی بر اینکه شرک خفی رو معرفی کنید و پاسخ این مرجع عالی قدر جهان تشیع رو با هم دیگر بشنویم. ایشون بزرگواری بفرمایید، چون این با این مسئله ماهواره که در ایران هست اکثرا کسی جرأت نمیکنه که ماهواره یا روحانی نمیتونن داشته باشن. اگر میشه ایشون بزرگواری کنم درخواست. خب من برای اینکه بحث ماهواره است و من تعجب میکنم، این مرجع خب جزو استوانه‌های نظام هست و خود شبکه ماهواره‌ای در ایران زده، اما ظاهرا بازم میترسن، نمیدونم برای چه چیزی زده شده پس این در ایران. خب من میریم سراغ پاسخ، چون اتهامی که به وهابی زده میشه بریم و انشالله با جواب این پاسخ مرجع عالی قدر جهان تشیع رو بشنویم. سوال همراه بشنویم. حضرت آقا در خدمت شما. من هم به این برادر عزیزمون از خراسان رضوی سلام عرض میکنم و همچنین به همه بینندگان عزیز. سوالی که ایشون کردن سوال مهمی است، ولی من جواب فشرده گویای خدمتشون عرض میکنم. مسئله شرک و توحید که بهانه ایست در دست وهابی ها، علتش این است که اونها معنی شرک و توحید رو نفهمیدن. اطلاعات اونها از قرآن بسیار کم. خب این دلیل من، اطلاعات وهابیت که البته مخالفین فکری وهابی هستن، از قرآن بسیار کم هست. این مطلب رو داشته باشیم. من دوست دارم برای اینکه از وقت استفاده کنیم کلیپ رو با هم بشنویم و منتظر پاسخ باشیم که شرک خفی رو چگونه معرفی میکنه. وهابیت پس اطلاع از قرآن خیلی کم و ساده دارن. من دوست دارم بخش بخش اگر اعتراض و انتقادی هست حول فرمایشات بله، من در اینجا یه چیز دارم. درست میگن. بله خب پس دیگه چی؟ اجازه میدید من جوابش رو بدم؟ بفرمایید. این آج آقا چیز میخواد؟ آیت الله درست میگن، چون این قرآنی که ما داریم با قرآنی که شیعه دارن خب خیلی فرق میکنه. قرآنی که 17000 آیه بوده و الان 6000 اندی آیه است، خب ما این قرآنی که مگه نمیگن که جز ائمه کسی قرآن رو نمیفهمه؟ خب این از این جنبه میگه. خب قرآنی که آج آقا دارن شیعه دارن اعتقاد دارن، قرآنی است که تحریف شده در نزد امام زمان هست خواهد آورد، و قرآنی که الان ما داریم قرآنی است که صحابه دستکاری کردن تعریفش کردن و خوندیم، گفت که قرآنی که امام زمان میاره یک حرفش هم شبیه این قرآنی که الان شما دارید نمیخونه به هم. حالا متشکرم استاد حسینی. پس این قضیه اینجا این گونه است به نظر شما؟ این قضیه از این باب صحیح فرمودن؟ به هر صورت ایشون الان مبحث این مطرح میکنه، منتظر پاسخ شرک خفی هستیم و فرمودن برای این که وهابیت اطلاع بسیار اندکی از قرآن دارن. دوباره گوش بدید. اطلاعات اونها از قرآن بسیار کم. ما از نوشته های اونها میفهمیم که بسیار از قرآن و سنت پیغمبر و ادله عقلیه. اگر اتاق خانم تصویر رو کامل پایین تصویر هم دیده اینجا میشه، میگن که اهل سنت از ادله از حدیث پیامبر بسیار اطلاع بسیار اطلاع کم. اولا که شیعه اعتقادی به احادیث پیامبر نداره مگر اون تعداد اندکی که از طریق اهل بیت روایت شده. شیعه جمله کسانی هستن که منکر حدیث رسول الله هستن،
چطوری میگه که شما بله اگر اون احادیثی که شما معتقد هستید که حضرت علی گفته که انا الاول و انا الاخر و انا الظاهر و انا الباطن، این درسته، ما اعتراضی نداریم. اما اهل سنت چون معتقد هستن که صحابه مرتد نشدن، صحابه خیانت نکردن، حضرت علی هم خیانت نکرد، خب احادیثی که از طریق صحابه نقل شده قبول داریم. اما شیعه میگه نه، اینها هم مرتد شدن، احادیث هم که از اونها نقل میشود قبول ندارند. چگونه میشه که اهل سنتی که اهل سنت هستن، سبحان الله، این مطالب را ادامه بدیم؟ از قرآن و سنت پیغمبر و ادله عقلیه اطلاعات بسیار ناقصی دارم و به واسطه اطلاعات کم نه معنی شرک رو فهمیدن، نه معنی توحید رو فهمیدن. ما میگوییم خداوند یگانه و یکتاست، در این حال معتقدیم که پیغمبر شفاعت میکنه، ائمه شفاعت میکنن، متن قرآن مجید است راجع به شفاعت، نه آیات زیاد. موضوع شرک خفی به سمت شفاعت رفت. من فقط یادداشت، اگر یادداشت بفرمایید، ما دوست داریم مفصلا فرمایشات استاد حسینی و دکتر ضیایی بشنویم. بحث شرک خفی تا به امروز، تا به الان منتظر پاسخ حضرت آیت الله مرجع عالی قدر جهان تشیع هستیم. شفاعتی که میکند پیغمبر، نه اینکه خودش برای ما کاری میکنه، واسطه میشه از خدا، برمیگرده به توحید. توحید این است که همه چیز منتهی به ذات پاک پروردگار بشه. در قرآن آیه داریم صریحا درباره حضرت مسیح که قرآن میگه حضرت مسیح بهش گفتیم تحیی الموتا به اذن الله، تحیی الموتا به اذن الله، تحیی الموتا به اذن الله. ما اینطور آیه، شما اطلاعات از قرآن خیلی اندک دارید، من به همین اندازه تا همین جا مطلب داشته باشیم. من استاد ضیایی سوال را تا الان، سوال بیننده مبنی بر شرک خفی بود و ایشون با روش بسیار زیرکانه یا به هر صورت شاید پاسخ فعلا در این باره آماده و اطلاعات در این باره شاید مطالعه نکرده، بحث شرک خفی سراغ شفاعت رفتن و بحث شفاعت بردن و اینکه شماها اطلاعاتتون از قرآن بسیار اندک است و در پایان آیه تحیی الموتا به اذن الله دلیل بر شفاعت است که در قرآن اومده خداوند این آیه رو بیان فرموده. بله، به هر حال اکاش معلومات خودشون رو از قرآن یکم دقیق‌تر ارائه میدادن تا ما ازشون یاد میگرفتیم. یک جمله از آیه رو که فرمودن همون جمله هم مشکل نقل درست داره، که فکر نکنم که نقل به معنا در قرآن جایز بدونن جناب حجت آیت الله مرجع عالی قدر. خب یعنی آیه تحیی الموتا به اذن الله با این لفظ ما نداریم در قرآن کریم. خب شما اطلاعاتون از قرآن بسیار اندکه، به تعبیر رسول در قرآن کریم در دو مورد صحنه یا این کل موضوع اعجاز حضرت عیسی اومده، در سوره آل عمران هست و سوره مائده هست، که در سوره آل عمران که میاد خود حضرت عیسی از قول خودش میگه احیی نتحیی احیی الموتا به اذن الله، یعنی در این دنیا داره میگه. بله، و در سوره مائده هم که میاد ذکر صحنه از آخرت هست که میگه از تخرج و تحیی نعمت خدا بر الموتا، یعنی این لفظ آیه که ایشون از قرآن خوندن تحیی الموتا به اذن الله در قرآن وجود نداره. جمله خب اگر پیدا کردن از قرآن که شما اطلاع نداشت، اطلاعات ما ناقص، ما خود رو خب یعنی شما باورتون میشه مرجع عالی قدر جهان تشیع یک جمله از آیه قرآن رو اشتباه بلد صحیح بلد نباشه؟ انسان جایز الخطا هست، ما ایشون رو معذور میدونیم. ولی و اون چیزی که جناب استادمون آیه حسینی هم فرمودن انشالله که این هم نباشه، باز با حسن ظن برخورد میکنیم. شاید ایشون معتقد به قرآن باشه چون مترجم قرآن هم هست. اگر اتاق فرمان لطفا من عذر میخوام برای اینکه مطلب همینجا هست، عذر میخوام، فرمایشتون قطع شد، تصویر لپتاپ رو ما بدین. ما کل کلمه موتا، الموتا، با این آیه‌ای که ایشون قرائت کردن رو در این صفحه مونیتور ارائه میدم برای اینکه با بینندگان عزیز ما دنبال این آیه بگردیم که وهابیت اطلاعات بسیار اندکی از قرآن دارن و برخلاف ایشون که اطلاعات بسیار دقیق و موشکافانه و متخصصانه و ماهرانی از قرآن دارن رو بتونیم پیدا کنیم آیا این آیه در این قرآن هست یا نه، خیر شاید چه بسا قرآن دیگری در اختیار مرجع عالی قدر جهان تشیع باشد که ما از اون اطلاع نداریم. اگر تا خون لطفاً تصویر سمت راست رو کل آیه دیده بشه ممنون میشم.
سمت راست کلا دیده بشه. بله خب متشکرم متخ فرمان. تصویر هم کشیده بشه برای اینکه واضح دیده بشه. آیه یک آیه سوره بقره هست که با کلمه الموتا به این صورت میگه كذلك يحيي الله الموتى. ایشون گفتن تحيي الموتى. پس این آیه نمیتونه گزینه صحیح بله. بله حالا من کل آیات الموتا رو در قرآن میخوانم، شاید ایشون بالاخره آیه‌ای سراغ داشته باشن که وهابیت به علت اطلاعات بسیار اندک از قرآن به اون آیه نرسیدن. آیه بقره 260 تحیی الموتا در مورد حضرت ابراهیم است و حضرت مسیح نیست، به اذن اللهی که ایشون خوندم در این آیه نیست، ظاهرا آیه دیگری است. میریم آیه آل عمران آیه 49 و احیی الموتا به اذن الله. ایشون تحیی الموتا به اذن الله خوندن، باز هم این گزینه صحیح نمیتونه برای مرجع عالی قدر جهان تشیع باشد. آیه چهارم بازم به این صورت هست، من این رو بله و اذ تخرج الموتا به اذنی، به اذن الله هم نیست، در روز قیامت است که تخرج الموتا به اذنی هست، اون تحیی الموتا به اذن الله فرمودن مرجع عالی قدر جهان تشیع. و آیه انعام آیه 36 والموتا یبعثهم الله که باز هم نیست، و کلمهم الموتا باز هم این گزینه صحیح برای مرجع علی قدر جهان تشیع نمیتونه باشه، و کذلک نخرج الموتا باز هم گزینه صحیح نیست، و او کلم به الموتا باز هم این نیست، و انه یحیی الموتا باز هم این گزینه صحیح برای این مرجع علی قدر جهان تشیع نمیتونه باشه، انک لا تسمع الموتا باز هم این گزینه صحیح نیست، لمحی الموتا باز هم این نیست، لا تسمع الموتا نیست، نحی الموتا نیست، لمحی الموتا نیست، و هو یحی الموتا نیست، و یحی الموتا نیست، و آخرین آیه سوره از قرآن که قیامت این آیه اومده یحی الموتا. و گویا شما اطلاعاتتون از قرآن بسیار اندک دکتر زیایی و استاد حسینی. آیه‌ای که متشکرم متفرمان، آیه‌ای که مرجع عالی قدر جهان تشیع بون استناد کرد، شما اون رو نیافتید. اگر بار دیگر این آیه رو با هم دیگر بشنویم تا اینکه تصویر لپتاپ رو ما بدین، ممنون میشم اتاق فرمان. این آیه رو با هم دیگر میشنویم که استناد میکنه به آیه قرآن خطاب به حضرت مسیح. با هم دیگر میشنویم از فرمایشات مرجع عالی قدر جهان تشیع. واسه میش از خدا برمیگرد به توحید این است که همه چیز منتهی به ذات پاک پروردگار بشه. در قرآن آیه داریم صریحاً درباره حضرت مسیح که قرآن میگه حضرت مسیح بهش گفتیم تحیی الموتا به اذن الله. من دوباره این آیه رو گوش بدیم هست که قرآن میگه حضرت مسیح بهش گفتیم تحیی الموتا به اذن الله. دوباره گوش بدیم. در قرآن آیه داریم صریحاً درباره حضرت مسیح که قرآن میگه حضرت مسیح بهش گفتیم تحیی الموتا به اذن الله. حضرت مسیح که قرآن میگه حضرت مسیح بهش گفتیم تحیی الموتا به اذن الله. تو مردگان رو هم زنده میکنی. الان اگر این آیه تو قرآن نبود من اینو میگفتم این وهابی های بی سواد میگفتن عجب شرکیه، اما چون قرآن میگه تحیی الموتا به اذن الله، به اذن آیه قرآن هم میگه تحیی الموتا به اذن الله. البته در این قرآنی که در بین مسلمانان هست خیر، آیه قرآن دیگری است. به هر صورت شاید ایشون، البته من دوست دارم یه بحث دیگه که شما کلیپ نشون دادید ما رو هم تحریک کردید که بیشتر موضوع رو باز کنیم. خب به دنباله بحث ایشون، بحث عقلانی نبودن این مجموعه یا فرقه رو تر میکنن و استدلالشون از این آیه‌ای که به حال میشه و معنا و اغمازی به نحوی پذیرفت، به حال به نحوی اگر ارفاق قائل میشیم بالاخره مشکلی نیست، یعنی بگیم به هر حال شاید روایت بالمعنا سعی صدر شما ستوده نیست. اون چیزی که وجود مهمه اینه که ما بارها شنیدیم که اهل سنت زیر سوال بردن که شما قیاس میکنید و قیاس هم یک روایت جعلی هم از امام صادق درست کردن که با امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ما مناظره ای داشت و گفت که اول من قاسه هو شیطان، و اینو این روایت جعلی را هم ارائه میدن برای محکوم کردن اهل سنت. ولی من توجه ها اینجاست که اون قیاسی که بر اساس اصول و ضوابط علمی هست که هیچ جامعه استدلالی ردش نمیکنه، اینها به این صورت با حالت بسیار بی‌ضابطه‌ای به انتقاد میکشونن، ولی خودشون میان یه قیاسی رو میکنن اینجا که ماشاءالله
اگر اینو گسترش بدیم باید فردا مثل حضرت مریم دختری هم که فرزندی هم کسی بغلش آورد بدون شوهر بگیم پس الان این هم میتونه به نحوی قیاسی به اون نبی خدا باشه. اون باشه اگر ما این دروازه رو خواسته باشیم باز کنیم باید یا اینو بپذیریم که اونطوری که فرموده امام هست که ائمه مقامی دارن که بالاتر از انبیا هست از اولیا از ملائکه هست که این خب بحث جدایی هست که ما دیگه بحثی نداریم با اینا ولی یا این که ما بگیم که انبیا مقامشون مستقل هست اعجازشون منحصر به فرد هست اگر منحصر به فرد نباشه اصلا اثبات نبوت محال هست که این متاسفانه با این قیاس هایی که شون بارها از این نوع قیاس ها ارائه دادن نمیدونم این چه عقلانیتی هست که ما بیاییم مسائل خاصی که میتونه امور خاص رو به اثبات برسونه بیایم عمومیتش بدیم و بقیه رو متهم بکنیم به دور بودن از عقلانیت جای خیلی تأسف هست و جای بحث ماشاءالله از توحیدم خیلیشون فهمشون خیلی دقیق بود که میفرمایند که خداوند توحید هست بله خداوند یکتا و یگانه هست و توحید یعنی که همه چیز منتهی به ذات پاک پروردگار میشه جمله دیگه هم عموما روش مانور بینن که میگن ما اون چه که تر میکنیم طولی هست عرضی نیست شرک عرضی هست این در کنار خالق باید خالقای دیگه هم باشه اینجا میشه عرضی ارتفاع و قدر چی فقط طول و عرض هست بله این متاسفانه این هم یک توجیه دیگری هست که اگر ما شرک مشرکین رو هم بیاریم هیچ مشرکی ارضی در کنار پروردگار حتی مشرکین قریش میگفتن اللهم لبیک لا شریک لبیک لک لبیک الا شریکن تملکه انت و من انت و من یعنی شریکی هم که داری تو در ملکش هست یعنی تو در ملک تو هست و اون چی که دارم در ملک تو هست این همش طولی بود ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا طولی بود ارزی که مشرکین قریش میگفتن بهشون که ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض لا يقولون الله این که طبیعی هست این هست توحید دوست داریم که همون طوری که محمد بن عبدالوهاب رحمت الله علیه کتابی در توحید ارادت ایشون هم بیاد جلساتی رو توحید رو بذاره تو برنامه خب اشکال داره مشرکین مکه موحد باشن در نزد اونا شاده باشه ولی نه اصلا بر این اساس اصلا یه موحد هستن دیگه بله. الان شما چه فرقی میبینید بین این چیزایی که قرآن نقل کرده از مشرکین اونها رو به عنوان مشرک نامیده ما نمیگیم که حالا اینا مشرک هستن ولی خداوند از این مشرکین میگه که ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله من خلقهم ليقولن الله من يرزقهم بله خب حالا بعدم میگفتن که ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله یا میگفتن هؤلاء شفعاؤنا عند الله بله. خب الان میگن که اینها هم شفعای ما در نزد خدا هستن بله. چه فرقی است بین اون چیزی که قرآن انکار کرده پیامبران را از در طول تاریخ فرستاده برای ابطال این قضیه با این چیزی که ادعا میشه میگه خب ما که اینا را نمیبرسیم اینها شفعای ما در نزد خدا هستن توجیه آدم... چقدر زیبا هست دقت بله. کنید با موضوع شرک بود توجیه آیت الله بود شفاعت دقت کنید این موضوع هست من تا پایان این مطلب رو دوست دارم با هم بشنویم اصل سوال بود در رابطه با شرک توجیهشون بود شفاعت این مطلبی که پوششی که داشتن البته من نمیدونم حالا بخش پایانی کلیپ هم بشنویم و استاد حسینی سوال متوجه شما خواهد بود اتاقان تصویر لپتاپ رو ما بدین بخش پایانی فرمایشات مرجع عالی قدر جهان تشیع بشنویم این وهابی های بی سواد میگفت عجب شرکیه اما چون قرآن میگه تحی الموتا بی اذن الله به اذن خدا مردگان زندگی میکنی پس باز هم از نای خدا هست توحید معنیش این از همه چیز به خدا منتهی میشه ما نمیگیم خداوند یکی پیغمبر اسلام هم یکی خداوند یکی علی هم یکی هرگز این رو نمیگیم علی بنده خدا هست منتها بنده ایست والا مقام از خدا تقاضا میکنند برای من شفای بیماریم همونطور که حضرت مسیح قرآن با صراحت میگوید شفا میداد بیمارانو به اذن الله مرده رو زنده میکرد به اذن الله پس وقتی همش به اذن خدا باشه و منتهی به ذات خدا بشه خدا میشه منتها اینا نمیفهمن خیال میکنن هر کسی توسل هر کسی شفاعت هر کسی مسائلی از این قبیل گفت
مشرکی. ما بی صبرانه منتظر پاسخ شرک خفی هستیم، باقی نمونده تا پایان این کلیپ با هم دیگر بشنویم چه موقع پاسخ به شرک خفی خواهد داد. و به عقیده من مشرک واقعی خود وهابیا هستن. چرا؟ به علت اینکه آمدن یه چیزهای شریک خدا قرار دادن، پیشوایشون رو شریک خدا قرار دادن. اسلام میگه خون مسلمان نریزید، پیشوای اینها گفته بریزید میریزن، گفته از غارت نکنید انبال مسلمان ها را، اینها پیشوایشون گفته از غارت کنید میکنن. مشرک اینا هستن که در مقابل فرمان خدا به رحمانیت، رحیمیت، محبت، اتحاد مسلمین آمدن بلند شدن، همه جا خون میریزند و آدم میکشند و میسوزانند و به آتش میکشند. یعنی اون پیشوای ما چیزی که به ما گفته مقدم است بر چیزی که قرآن میگه. شرک واقعی مال این هاست. امیدوارم انشاءالله این عزیز با این عرضی که کردم روشن شده باشه. کتابهایی هم در این زمینه نوشته شده. چه روشنی هم که شد. انشاءالله از سایت به شما معرفی میکنن، مطالعه میکنید و جوابهای خودتون به طور کافی و شافی میگیرید. و من میدانم در شبکه هم بارها در این باره صحبت شده و عزیزان مخاطبین روشن کردن. امیدوارم باز هم در این باره صحبت خواهند کرد. بله، متشکرم. البته من فکر میکنم مجری این برنامه عمدن این سوال رو مطرح کرد، در حالی که بالاخره از مرجع عالی قدر جهان تشیع سوال شرک خفی پرسیدن کار کاملا اشتباهیه. استاد حسینی، ما سوال بیننده شرک خفی بود و این مرجع عالی قدر جهان تشیع هیچ اشاره‌ای به شرک خفی نکرد. دو حالت داره، یا این که مرجع عالی قدر جهان تشیع معنی شرک خفی را نمیدونست و به نحوی سراغ شفاعت و توسل و قتل و کشتار رفت، و یا اینکه میدانست اما به صلاح ندید این شرک خفی را معرفی کند. چرا از شرک خفی سرباز زد و تعریف نکرد؟ و بعدم آخرش فرمود که بحث بسیار روشن شافی و کامل و واضح همه چی تقدیم حضورتون کردم و دیگه ابهامی براتون باقی نموند. بله، در خلال صحبتاشون گفتن که ما میگیم که حضرت علی بنده خداست. خب خداوند هم همین میفرماند، میگه که ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين. عبادی مثل شما هستن، بندگان مثل شما هستن، یعنی شما الان چیز جدیدی نیاوردید. یعنی فرقی که بین اون فکری که قرآن و رسول الله با اون مبارزه کردن با این فکری که شما کردید هیچ نیست. اونها میگفتن اینها عبد هستن، بنده خدا هستن. نمیگفتن که اینها خدا هستن، که نمیگفتن که اینها خالق آسمان ها و زمین هستن. میگفتن اینها لیقربونا الی الله زلفا، شفعاءنا عند الله، ما را نزدیک کنن به خداوند. پس این که شما رو بگید که حضرت علی، اگه شما بگید علی که خداست که دیگه تموم شد دیگه، ولی با این حال شما صفات خدا را دادید به علی. وقتی میگه که علی گفت که، یا اون دیشب که گذاشت اون آقای قصیر وقتی که میگفت که علی اول و آخر و ظاهر و باطن هست، در روایت هایی که در شیعه هست در مجلسی اومده صفات خدا، میگه ما اسماء الله الحسنا هستیم. بله، خداوند فرموده که ولله الاسماء الحسنا فادعوه بها، میگه که ما اسماء خدا هستیم، ما را بخوانید. یعنی دقت کنید سازندگان این روایت ها چقدر خبیثانه اینو درست کردن. میگفتن که ما اسماء الله هستیم، خدا هم فرموده که ولله الاسماء الحسنا فادعوه بها. اوج توحید هست، این دیگه اوج توحید هست که شما ائمه را بخونید. ائمه که ولایت تکوینی دارن، ولایت تشریعی هم دارن، کل جهان به دستشون هست، هر قانون گذاری هم بخواند میکنند. اما شرک خفی، شرک ریا در کار هاست. علت این که این آیت الله و مرجع عالی قدر جهان تشیع پاسخ شرک خفی را ندادن در چی چیزی؟ چرا پاسخ شرک خفی را ندادن؟ و به نظر شما میتونه حالا ایشون به هر صورت یا این که بلد نبودن یا این که صلاح ندیدن؟ حالا دیگه مسئله این که والله اعلم به نیات انسان ها، ولی ظاهرا اینه که صحبتشون فقط در یک دایره خاص و یک خط خاصی بود، و اون هم فقط کوباندن وهابیت و متهم کردن وهابیت به اینکه اونها مشرک هستن. بله، جای تعجب، بله، جای آخر صحبت هست که
اون چیزی که به عنوان شرک مطرح کردن و طرف مقابلشون متهم کردن به صرف نظر از اینکه صحیح هست یا نیست، طرف مقابلشون آیا واقعا این عمل کرد یا این فتوا رو داده یا نداده، ولی متاسفانه این خودش هم جای سوال داره که فرضاً اینا قاتل باشن، فرضاً اینا جائر باشن، فرضاً اینا خانه مردم با آتش بکشن و ظالم باشن، آیا در اصطلاح شرعی آدم کشی رو میگن شرک؟ بله. میدونم این نو این فهم جدیدی بله. باشه. البته معصیت هست ولی هر معصیتی بله. شرک نیست. بله. هر معصیتی شرک نیست. شرک برای خودش تعریف خاصی داره. بله. متشکرم استاد دکتر سید حبیب‌اللهی. به عنوان آخرین سال فقط استاد حسینی مطرح خواهم کرد از لابلای فرمایشات مرجع عالی قدر جهان تشیع. ایشون اشاره کردن به این که مرجع وهابیت فتوا داده، فتوا میده به این که خون مسلمانان را بریزین، که این خودش ما نمیدونیم، برصورت ما منتظر هستیم و من هم تصور نمی کنم که مرجع عالی قدر جهان تشیع بدون دلیل سخن گفته باشه، حتما دلیلی داره بر این حرف، یعنی مدرک و منبع معتبری داره، وگرنه بعید میدونم بدون آگاه بدون اطلاع این سخن رو گفته باشه، تا حالا که ما نیافتیم و دوست داریم اطلاع ارائه بدیم. و بحث ایشون که سعی تلاششون بر وحدت و اتحاد جماعت مسلمانان هست و بر این قضیه اشک شب میریزن، بحث این که خون مسلمانان ریخته بشه و خون مخالفین فکری ریخته بشه، پایان برام در از یک دقیقه بفرمایید. بله، حالا این در روایتی که گفتیم که در کتابای شیعه اومده که خون مخالف را حلال دونسته، ابن یقطین دیشبون روایتش رو خوندیم که جناب آقای نعمت الله الجزائری نقل میکنه، بعد میگه که اینها مثل یک گوسفند بیش نیستن اهل سنت، که حتی دیهشون از سگ کمتره و از برادر بزرگترشون که یهودی هم هستن دیهشون کمتر هست. اینطوری تشبیه میکنن اهل سنت را، بذار اینکه اونها را کفار و انجاس میدونن. خب این چیزهایی که اعتقاداتی که شیعه در مورد اهل سنت کارهایی که اونها میکنن عیناً اون رو به اهل سنت نسبت میدن. تاریخ هم ثابت هست. تاریخ صفوی و نه حتی خواهی مثلا دین توسی وقتی که بغداد را حلال کرد برای مغول ها چیکار کردن؟ بیش از 1 میلیون انسان رو کشتن. شازمان صفوی بیش از 1 میلیون انسان رو کشته. من اگر اجازه بدم که وقت خیلی محدوده، مطلبی که ما بارها ارائه دادیم اما چه بسا بینندگان عزیز در این قسمت به ما پیوسته باشن، این رو باز هم ارائه بدیم. متخانه اگر لطف کنید تصویر سمت چپ هم کشیده بشه به نحوی کل تصویر ما داشته باشیم ممنون خواهم شد. بله متشکرم. این در کتب و در منابع متعدد البته صاحبان این فکر در واقع وجود داره و من تمنا میکنم بینندگان عزیز این رو یادداشت بفرمایید تا اینکه حالا شاید مرجع عالی قدر جهان تشیع منظورشون حر آملی و سایل شیعی بود و به اشتباهی این قضیه رو نسبت به جای دیگری داده شد. در کتاب سایل شیعی حر آملی جلد 18 صفحه 461، حر آملی جلد 18 صفحه 461 بعد از اینکه سند ذکر میشه میگه که داوود ابن فرقد نزد ابی عبدالله میگفتم براش نظر در مورد قتل ناصبی چیست؟ ناصبی هر کسی میخواد باشه، یک انسانی است که فکرش مخالفه، حالا هر مخالف پیامبر خدا، مخالف هر کسی که باشد. ولی خب منظور سنی، منظور اهل سنت است در بله. محاسن نفسانیه الناصب را به کسانی که حضرت علی را بر ابوبکر و عمر ترجیح بدهد ارائه داده بله. و اهل سنت را نام بردن حضرت ابوبکر و علی، علی را بله ابوبکر و عمر را بر علی، عذر میخوام ابوبکر و عمر را بر علی ترجیح بدن. میگه فقال حلال الدم، گفت ناصبی خونش حلال هست، حلال دمه. فکر کنم حلال کلمه فارسی، واژه فارسی شناخته شده است و نیازی به ترجمه نداشته باشه. ولکنی اتقی علیک، میگه من میترسم که اگر به حساب غافلگیرش نکنی به نحوی او را بکشی تو را دستگیر کنن و خود دست بیفتی. فان قدرت ان تقلب علی حائطا، اگر این قدرت و توانایی داشتی که دیوار را بر سرش خراب کنی، یا اینکه او تغرق فی ما، یا اینکه به نحوی او را در آب خفی کنی، لکی لا یشهد بهی علیک، لکی لا یشهد بهی علیک ففعل. بله اگر تو این روش بسیار ماهرانه ناصبی را غافل گیر کردی و دیدی پشت دیواری خوابیدی یا مثلا کنار ساحل دریایی ایستادی تونستی بله و در بله زیر پلی زیر این بله بیابون. به نحوی البته که شما را نشناسن و بتوانید با این روش کاملا ماهرانه و جوان مردانه با این روش او را بکشی، این کار را انجام بده. می گفتم قلت فما ترا فی ماله، نظر در مورد مال و ثروتش چیه؟ قال توه ما قدرت علی، تا توانش داری این کار را انجام بده و مالش رو به تاراج ببر به نام سهم امام، سهم هر چیزی هست، این اموال ناصبی را به تاراج ببر. من تصور این است که به هر صورت این روایات
این یکی از این جمله روایت های اجتماعی ایجاد شده. به پایان وقت کارشناس رسیدیم. کلیپ بسیار زیبایی که دوستان تهیه کردن، من تمنا میکنم از جان بیننده قلم و کاغذ داشته باشین و مطالبی که در این کلیپ زیبا ارائه میشه یادداشت بفرمایین. شاید به خاطر این کلیپ هاست که از وهابیت خوششون نمیاد یا وهابیت ساختند. باز میگردیم بعد از این کلیپ با صدای شما از جان بیننده. على البيت وعلى البيت علي بن أبي طالب من أنت؟ الحسين قتلوه ولذلك يعظمون التي قتل. بواحد من تلاميذ الباقر أو الصارغ من الشيعة
او علي بن حسين او الحسين. واحد فقط. قابل توجه بینندگان فهیم شبکه جهانی کلمه، لازم به ذکر است که این شبکه هیچ گونه مسئولیتی در قبال تماس‌های بینندگان به عهده نخواهد داشت. با سلامی دوباره خدمت شما عزیزان بیننده. بله، فقط یک نفر از علما، بزرگان و کسانی که در کتب رجالی مدعیان تشیع مطرح شدند به عنوان شیوخ کلینی یا شیوخ صدوق یا شیوخ مفید یا هر کدوم از این افرادی که به عنوان بزرگان تشیع مطرح شدند و در زمان امامان زندگی می کردند و در محافل و مجالس امامان درس و تتلمذ می کردند، کدوم یک از این افراد با دختران اهل بیت یا با پسران امامان اهل بیت ازدواج داشتند؟ اما علمای اهل سنت و در واقع پیروان سنت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم همونطور که در این کلیپ شاهد بودین بیان شد. اما سؤالی که تقریبا میتونیم 4 ماه از اون میگذرد و خطاب ما جامعه روحانیت عزیز و بزرگوار که از بدو انقلاب تا به امروز برای گمراه نشدن مردم و برای نجات مردم از آتش جهنم عشق می ریختن، ایثارگری می کردن، خود گرسنه می خوابیدن اما مردم را سیر نگه می داشتن و محمد ابن عبدالوهاب به عنوان مؤسس فکر وهابیت را منحرف می دانن. ما این در این برنامه باز هم
شماره تماس ویژه جامعه روحانیت بدون انتظار و بدون پشت خط ماندن بلا فاصله به طور مستقیم در استودیو وصل خواهند شد و ما تمنا میکنیم از جامعه روحانیت عزیز این سکوت رو بشکنند و فکر کنم بایستی مردم را نجات بدین. از بدو انقلاب تا به امروز محمد عبدالوهاب منحرف بود، آیا سخنی برای گفتن دارید یا خیر در حد یک شعار بود؟ برای اثبات انحرافی بودن ایشون یک مطلب از فرمایشات ایشون، تاکید میکنم از فرمایشات ایشون، نه روایاتی که در کتب ایشون آمده است و نه نقل قولهایی که از دیگران آورده است، از سخنان خودش که با قرآن در تضاد باشه رو به ما ارائه بدین. مانند عادت همیشگی ما تمامی کتب شیخ الاسلام محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه را ارائه میدیم و 15 جلد از مجموعه رسائل ایشون هست و دوست داریم جامعه روحانیت، شماره تماس مخصوص جامعه روحانیت هم زیرنویس بشه برای اینکه پشت خط منتظر نمانند. اما ملت عزیز ایران، شما قاضی باشین و این برنامه، منتظر روحانیون ایران باشیم تا اینکه ما را نجات بدند از آتش جهنم به تعبیر خودشون. اولین بیننده ان شاءالله روحانی عزیز باشد. سلام بر شما دوست عزیز، بفرمایید ان شاءالله پاسخ سوال و پاسخ این چنین چه رو در واقع از این اولین بیننده ان شاءالله خواهیم شنید. سلام بر شما دوست عزیز، بفرمایید. آقا عبدالله از آلمان، من بعید میدونم بتونم پاسخ بدم. سلام بر شما عبدالله، بفرمایید. من از شهر روحانیام، حالا ان شاءالله که قبول کنید. آمین آمین، بفرمایید. من دو تا نکته داشتم، می‌خواستم اولا ببینم که خطابم به همین روحانیایی که ان شاءالله زنگ بزنن. بله، همیشه میگم فبش خداوند در قرآن فرموده فبش عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. بله، اینا در تمام این مدتی که برای ما می‌خواستن وهابیت رو بکوبن، میومدن اقوالی که درباره حالا چه آقای محمد ابن عبدالوهاب چه آقای ابن تیمیه میگفتن اون موقع، من میگم آقا چون اونا خیلی چیزای دیگه میگفتن، اینا رو میومدن اقوال دیگر رو میگفتن، هیچ وقت یک کلمه از خود اینا به ما نمیگفتن. من میخوام بگم آیا خداوند گفته کسانی که اقوال دیگران راجبه یه قول رو میشنوند یا کسانی که خود یه قول رو میشنوند بعد به احسنش رو تبعیت میکنن؟ در حقیقت خود اینا هم من فکر نمی کنم هیچ وقت اقوال اینا رو خونده باشم. برای همین شما نمیتونید از اینا بپرسید که آیا چه قولی از خود محمد ابن عبدالوهاب هست که خلاف قرآنه، چون اینا نمیدونن. اینا فقط رفتن چیا رو شنیدن که فلانی راجع به این گفته که این آقای چه میدونم کافر مشرک هر چی. و این نکته اولام. دوم اینکه یکی از همین مجتهدینی که من حالا در حقیقت باهاشون میتونم بگم شاگردیشون رو میکردم و خیلی پای صحبتشون میشستم، یه موقعی نکته میگفت که هر معجزه هر پیامبری به یکی از در حقیقت تعریف‌های معجزه بودنش اینه که حتی بر بقیه پیامبران هم یعنی انجام نمیدادن. در حقیقت معجزه شق القمر پیامبر ما رو هیچ پیامبر دیگه انجام نمیتونست بده. بله، و معجزه عیسی علیه السلام رو هیچ پیامبر دیگه انجام نداد. معجزه موسی علیه السلام رو هیچ پیامبر دیگه، مثلا اینکه چوبش بتونه تبدیل به مار بشه. چرا؟ اینم دلیل این بوده که این مختص اون پیامبر بوده و ویژگی اون پیامبر بوده. اگر یک میخوام ببینم که آیا این قولی که ایشون حالا یکی از مجتهدین شیعه بودن و از اساتید حوزه هم بودن به من بگه اینو گفتن، من میخوام ببینم آیا این قول صحیحه، و اگر هست چرا جاهای دیگه که به اماماشون میرسه همین حرف خودشون رو رد میکنن؟ همه اماماشون میتونن تمام معجزه تمام پیغمبرا رو انجام بدن. و این قیاسی که مثلا راجع به حضرت عیسی میکنن، میگن چون حضرت عیسی علیه السلام میتونست مرده ها رو زنده کنه و مریضا رو شفا بده، پس امام ما هم میتونن. من میخوام ببینم آیا اصلا با خود گفته خودشون هم که معجزه هر پیامبری مختص خودشه این در تضاد هست یا نه؟ متشکرم آقا عبدالله از آلمان، لطف فرمودین، خدا نگهدار شما. گویا اتاق فرمان بنده میگن مجید از خراسان رضوی، کسی که از آیت الله ناصر مکارم شیرازی مرجع عالی قدر جهان تشیع سوال را مطرح کرده بود، ارتباط ما با ایشون برقرار. سلام بر شما آقا مجید، بفرمایید. سلام آقا مجید از خراسان رضوی، گویا کسی که این سوال رو از مرجع عالی قدر جهان تشیع پرسیده بود پشت خط هستن، بفرمایید. سلام بر شما. سلام علیکم، شما خوبه؟ سلام و رحمت الله. آقا مجید بفرمایید. آقای هاشمی، این شما نسبت شرک به شیعیان میدین این اشتباهه، من الان براتون ثابت میکنم. آقا مجید ابتدای امر ببخشین، آقا مجید از وقت معمول آقا مجید بیشتر پاسخ شرک خفی از مرجع عالی قدر جهان تشیع دریا فرمودین در واقع در این کلیپ یا خیر؟
نه اصلا، چون من سوالم درباره لا تدعوم دون الله مالا یا زور رو که ولای انتوب بود، ایشون رفتن رو شفاعت. شما سوال شما شرک خفی بود دوست عزیز، آیا سوال شما شرک خفی نبود؟ بله دیگه، میگم شرک خفی در مورد دعای من دون الله. خب دوست دارین سوال، دوست دارین سوال شما رو یه بار دیگه بشنویم و با هم دیگه ببینیم آیا واقعا این سوال شماست. اگر اجازه بدین سوال شما رو با هم دیگه میشنویم. آقا مجید اجازه بدین از وقت معمول به شما بیشتر داده میشه، اجازه بدید از وقت معمول به شما بیشتر داده میشه. اتاق فرمان اگر لطف کنید تصویر لپتاپ رو ما بدین، فرمایشات آقا مجید عزیز رو بشنویم. گویا ایشون فرمودن که لا تدعو من دون الله بوده. تصویر لپتاپ رو ما بدیم تا فرمایید. بله حالا ما سوال شما آقا مجید رو بشنویم. شمالی آقا مجید عرض سلام و ادب و احترام. سلام علیکم آقای کیانی و خدمت مرجع عالی بعد حضرت آیت الله مکارم. ببخشید بفرمایید، سوال داشتم. داری شبکه‌های وهابی زیاد شیعیان رو متهم به شرک میکنن، میخواستم ببینم آیا شبهه شرک در میان شیعیان هست و انواع شرک خفی رو میشه معرفی کنن. و بعد یه خواهشی هم داشتم که ایشون بزرگواری بفرمان، چون این با این مسئله ماهواره که در ایران. بله. آقا مجید در آیا مطلب شما چیزی جز شرک خفی در صحبت شما وجود داشت بعد شبکه بحث ماهواره پیش کشیده، یا اینکه نیتتون این بود که این سوال رو مطرح کنید؟ متشکرم اتاق فرمان. بله دیگه، منظورم از شرک خفی همین لا تدعو من دون الله. حالا سوال من اینه، مرجع تقلید، مرجع تقلید از کجا منظور شما رو متوجه شد؟ خب ایشون یکی از مواردش که شما وهابیت به شفاعت گیر میدن. اجازه بدین حالا من سوالمو خودم مطرح کنم. شما خب مثل اینه که اگه خدا هم بیاد یه مسئله رو بگه و شما میگید نه خدا اشتباه کرده ما بهتر. خب علا کلن شما معنای شرک خفی را واضح و روشن براتون بیان شد در این سخنرانی. مهم اینه که شما الحمدلله براتون همه چیز توضیح بدون اینی که بیان بشه فهمیدین، یعنی متوجه شدین شرک خفی بدون اینکه بیان بشه. نه سوالمو نگرفتم. حالا اگر خواهش میکنم شما یه دقیقه ساکت باشیم من میتونم صحبت کنم. من یک دقیقه ساکت بفرمایید. بله، این علمای ما اکثرا قائل به وحدت وجود هستن. خب بله. یعنی نه اینکه ابی رو الله بدونن، بلکه تمام موجودات رو الله میدونن، خدا میدونن. و چون همه چیز خداست، پس از هر چی هم غیر خدا، از هر چی هم هر کس رو هم صدا بزنید بخوای، انگار که خدا رو خواستی، خدا رو درخواست کردی. حضرت امام و دیگران قائل به وحدت وجود و اینا بودن و اینا پیرو. آقا مجید تو خرابترش که بده. آقا مجید نمیدونم ارتباط ما آقا مجید ارتباط ما قطع نکردیم حقیقتا نمیدونم صحبت خوبی داری بکنم آقا مجید عزیز، مورد رضایت خیلی ها نباشیم. این مطلب بسیار وحشتناکه. صحبت خوبی من مطرح خواهم کرد. کاش آقا مجید گوی اتاق فرمان میگن که پشت خط تشریف دارین، من منتظر هستم. خب به هر صورت ارتباط قطع شد، انشالله که شارژشون تموم شد. بیننده بعدی سلام بر شما دوست عزیز، بفرمایید. آقا محسن از قم انشالله روحانی باشد که پاسخ سوال بی پاسخ چهار ماه را خواهند داد. سلام بر شما آقا محسن عزیز. سلام علیکم استاد بزرگوار آقای هاشمی و همچنین کارشناس محترم شبکه ممنونم آقا محسن عزیز. بفرمایید. وهابیت یک واژه اتهام است که در حقیقت روشنایی قرار گرفته. آنهایی که در چالش‌های دینی در تاریکی و سیاهی قرار گرفته‌اند، روشنایی و حقیقت را در مقابل خود خطر می‌بینند که مبادا روشنایی و حقیقت، سیاهی و تاریکی آنان را از میان بردارد. و به همین دلیل مذهب ستیزان از واژه وهابیت برای تحقیق و پیگرد حقیقت‌جویان استفاده می‌کند و انگشت سوی عقاید آنها در تفکر عقیده شیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمت الله علیه شامل هستند. آن بزرگوار که احساس میکرد بدعت و خرافات و شرکیات سنت نبوی را هدف قرار داده، به جهاد تبلیغی برمیخیزد و دین و مذهب نبوی را از بدعت خرافات برحذر میدارد. راسخ بودن آن بزرگوار و عقایدش در کتاب در قلم کتاب توحید است. آقا محسن عزیز خب گویا وقت تمام شد. عذر میخوام از آقا محسن عزیز، مطالب بسیار زیبا. کتاب توحید شیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمت الله علیه یکی از
ارزنده ترین کتب و آثار ایشونه. برای اطلاع از این کتاب با ایمیل book@kalame.tv مکاتبه بفرمایید یا از سایت عقیده، بزرگترین سایت الکترونیکی اهل سنت، کتابخانه الکترونیکی دیدن فرمایید. بیننده بعدی انشاءالله روحانی عزیز خواهد بود که پاسخ سوال بی پاسخ چهار ماهه را خواهند داد. یک جمله از فرمایشات محمد عبدالوهاب که با قرآن در تضاد باشد. سلام بر شما دوست عزیز. جناب آقای نقشبندی از لندن، سلام بر شما جناب آقای نقشبندی عزیز. با عرض سلام و ادب خدمت استادان محترم، من زیاد نمیخوام وقت رو بگیرم جناب استاد هاشمی، فقط میخوام از آقا مجید بپرسم از این به بعد ما میتونیم از گربه توسل بکنیم یا چیزی بخوایم که این هم روح خدا در اون هست؟ از گربه برحال وقت رو نمیگیرم. و سلام علیکم و رحمت الله. سلام و رحمت الله و برکاته جناب آقای نقشبندی از لندن. بیاندی بعدی سلام بر شما دوست عزیز. انشاءالله این روحانی باشد. و حالا بر صورت خانم یا آقا، سلام بر شما خواهر عزیز، انشاءالله پاسخ جمله از فرمایشات محمد عبدالوهاب که با قرآن در تضاد باشد. سلام بر شما، بفرمایید. سلام بر شما. من صدایشون رو ندارم، بینندگان رو منتظر نذارین. خواهر محترم اگر ارتباط خاصی بینن. سلام بر شما، بفرمایید. ممنونم، شما هم خسته نباشین. ببخشید من وقتتون رو میگیرم، ولی من اصلا باورم نمیشه این کلیپی که شما الان پخش کردید نشون میده که فرزندان اهل بیت علیه السلام با فرزندان صحابه ازدواج کرده. میشه یکم بیشتر توضیح بدید در این مورد؟ استاد هاشمی من واقعا از شما معذرت میخوام، تماسی که من بیشتر با شما داشتم، من چون صدا شما نداشتم فکر رد شده به خاطر امینی رفت، گفتم خیلی خیلی معذرت میخوام. ولی چه سوال دیگه، اگه یه نفر خودش معنای قرآن تنهایی بخونه گناهکار میشه یا باید یک کسی باشه که واسش تفسیر کنه قرآن؟ چون علمای ما میگن که قرآن از کسی نمیتونه بفهمه. میشه سوالمو جواب بدی؟ حتما سوالتون انشاءالله مطرح خواهم کرد، اساتید پاسخ خواهند داد. خواهر محترم خدا نگهدار شما. خب بیننده بعدی انشاءالله روحانی باشد در این وقت‌های باقی مانده. روحانیون عزیز ملت را نجات دهید، نزدیکند که همه وارد جهنم بشوند. البته به تعبیر جامعه روحانیتی که در ایران این فکر را در واقع مطرح کردن. بیننده بعدی آقا حسین از اهواز، سلام بر شما آقا حسین از اهواز، بفرمایید. با عرض ادب خدمت شما و بینندگان شما جناب آقای هاشمی عزیز. سلام بر شما آقا حسین از اهواز، نام زیبای حسین، سلام بر شما، بفرمایید. من روحانی نیستم، یه فرد معمولی هستم، فقط برنامه‌تون رو نگاه می‌کردم، می‌خواستم به شما یادآوری بکنم که در وهابیت عرض می‌شود خدمت شما که چه کسی دستور به تاراج بردن مال مردم رو داد. بفرمایید. اگر اجازه بفرمایید سندش خدمتتون عرض بکنم. حتما. عرض شد خدمت شما اگر یادتون باشه و شما کارشناس علوم اسلامی باشید، این حدیث رو حتما فهمیدید که در زمان ابوبکر عرض میشد خدمت شما و زمان به دستور عمر بن خطاب، در زمان ابوبکر به دستور عمر بن خطاب یه قبیله‌ای بودن که زکات نمیدادن، میگفتن ما زکات به ابوبکر نمیدیم. اینا حمله کردن این قوم رو از دم تیر گذروندن و همه رو کشتن و رهبرشون رو هم کشتن و با زنش به دستور آقای عمر هم زنا کردن. بعدش هم گفتن آقا ایشون این جریان عرض میشد خدمت شما چون فرستاده ابوبکر و عمر بوده این کرده بعد یه ثوابی هم میبره. بله، مطلبتون کامل صحیح، مطلبتون کاملا به نظرتون صحیح است، یعنی وجدانا خودتون این مطلبی که ارائه دادین وجدانتون راحت بین که مطلب صحیح ارائه دادین 100%. خب حالا دوست دارین از وقت معمول به جناب آقا حسین از اهواز بیشتر داده بشه، دوست دارین ما از شما بپرسیم که این مطلب از کجا خوندین به این صورتی که شما ارائه دادین؟ من اینو شنیدم از یکی از شبکه‌ها. خب آخرش من نگفتم که آخرش ببینید دوست عزیز، من نگفتم که شما مطالعه نکردین، در حد همین شنیدنی هاست که خیلی بیشتر از این، ما هم شنیدیم که آقای مرسی گفت سوریه، اما در ایران شنیدیم بحرین شد. آقای عزیز شما اگر کارشناس باشید، من یک کلمه که از این حدیث خوندم شما باید متوجه بشید که منظورم چی است. چون وجود نداره من متوجه نشدم. دوست عزیز آقا حسین عزیز
چون این روایت در هیچ جایی به تاریخ این صورتی که شما ایران این آثار به این صورت که شما بیان فرمودین در هیچ کتبی، شاید در کتبی که در ایران چاپ میشه ترجمه میشه در واقع به وجود داشته باشه. بله هست، خب سوریه بحرین ترجمه شد، کسی هم نمیتونه بگه وجود نداره، سوریه ترجمه بحرین نمیشه. اما در کتب صحیح چون این روایتی با این سبکی که شما خوندین به هیچ عنوان وجود نداره. آقای کارشناس شما بایستی بدونید من کوچکترین کلمه ای که از یه حدیث گفتم شما بایستی حتما بایستی این رو بدونید اگر عالم و کارشناس اسلامی هستید. اگر عزیز. واقعا دانشگاه مثل این که بگین آقا یک کره دیگه، کره زمین دیگری هم هست و شما حتما بایستی من ارائه بدین کره زمین دیگری هست، من از کجا پیدا کنم کره زمین؟ آقا نیست، کره زمین دیگری نیست. حالا شما روایت دارین ارائه میدین که نیست، از کجا پیدا؟ شما میتونید پیدا کنید چیزی به این صورت که ایشون قرائت فرمودن وجود داره به نظر شما؟ مدعی باید اثبات بکنه. خب ایشون ناراحت میگه شما باید پیدا کنید. حالا تعجب هست که ایشون موضوع اون چیزی دیگه هست و یه روایت جعلی رو نمیدونم از کجا شنیده در رابطه خب. موضوع دیگه. آقا حسین در مورد محمد بن عبدالوهاب چیزی نداریم برای گفتن مخالفه با قرآن؟ جنگ رده رو شما نمیدونید؟ آقا حسین عزیز حالا به هر صورت شما نمیدونید؟ آقا حسین عزیز آیا در مورد محمد عبدالوهاب چیزی برای گفتن ندارین؟ میگم جنگ رده رو نمیدونید چی بود؟ تاریخ دستم دوست آقا حسین چش مطلبتون انشالله. الان در مورد محمد عبدالوهاب چیزی برای گفتن ندارین مخالف با قرآن؟ من گفتنیم جمعه... بله بخواهم خدمت بحث کنم. جنگ رده رو شما نمیدونید چیه؟ دوست عزیز بابا بحث رده و بحث مانعین زکات و حضرت ابوبکر صدیق شما روایتی که ارائه میفرمایین من گفتم کجاست؟ مطلب اصلا نمیدونم که رده چی اصلا. بله یعنی چی کلمه رده چی آقا حسین عزیز؟ خب خودش جواب بده، جواب خودش داده. آقا حسین عزیز، آقای هاشمی جانم، آقای محمد بن عبدالله هارتون مگر حضرت آدم و حضرت عرضیش ها خدمت شما اینا رو کافر ندونست؟ کجاست؟ حضرت حوا و حضرت کجا؟ آدم رو کجا کافر دانسته آقا حسین؟ به خاطر نامگذاری فرزندشون مگه اینا کجا؟ یک جمله را از اون جملاتی که محمد عبدالوهاب اومده حضرت آدم را کافر قلمداد کرده کجاست؟ ارائه بفرمایید لطفا. عزیز من شما کارشناس هستید، من میدونم این مطلب رو. خب متشکرم آقا حسین عزیز. اگر اجازه بدید شاه روحانی پشت خط باشه و استفاده ببریم لطف کنید. آخرین تماس و حیف شد که صدای روحانیون عزیز بعد از 4 ماه باز هم نشنیدیم و جای حسرت و آه و ننگ و افسوس هست. ملت عزیز ایران، این همه جامعه روحانیت ایران برای نجات شما عشق میریزن، برای نجات هممون عشق میریزن، اما حاضر نشدن اینجا بیان و همه مون را نجات بدن از این که محمد عبدالله یک فکر انحرافی داشت. آخرین تماس، شاید این رمق یا این که بگیم کسی باشه که بتونه سخنگوی جامعه روحانیت و در مورد انحرافی بودن فکر محمد عبدالله و مغایر بودن با قرآن مطلب ارائه بده. آخرین بیننده سلام بر شما دوست عزیز. آقا رضا از ایران سلام بر شما آقا رضا عزیز، آخرین تماس خواهد بود. آقا رضا از ایران سلام بر شما آقا رضا. آقا رضا سلام بر شما. آقا رضا سلام بر شما. خب لطفا تماس ها را دیگه خب این اگر اگر روحانیون از خط ویژه روحانیت تماس گرفتن در ثانیه‌های آخر هم اگر تماس گرفتن باز هم وصل کنید. در ثانیه آخر هم تماس گرفتن باز هم وصل کنید. استاد حسینی ما وقتمون تقریبا به پایان رسیده و استاد سید حبیب الله زیایی بحث عبدالعزیز هم مشارکت فرمودن. آقا مجید از خراسان زوی بحث وحدت الوجود که فاجعه بود در واقع بیان کردن. واقعا که اعتراف خوبی بود، اعتراف بود، خیلی سنگین بود دیگه. وحدت الوجود برادر نقشبندی چیزی گفتن، اگه برادر عبدالمجیدمون بشنوه بله دیگه. میگه این اعتقادی که شما دارید اگر یک سنگی یک حیوانی هم ازش بخواهید دیگه، چون ذات خدا در اون حل شده با خدا یکیست دیگه، بعد اجابت کنه. نعوذ بالله همه شدیم خدا، پس چرا تقاضا کنم من از وقتی که وحدت الوجودی هست من چرا بیام به علی متوسل شدم، چرا به رسول الله من خودم خدا شدم دیگه وحدت الوجود. بله بحث آمجید از خراسان زایی با وجودی که مرجع گفتن که من سوالم چیز دیگری بود و گویا مرجع تقلید از منظور ایشون متوجه شد که سوالش این هست و با وجودی که شرک خفی را پاسخ ندادن اما کل مطالب را بدون اینکه پاسخ بشنون گفتن همه چیز روشن شدیم، ایشون هم گفت روشن شدیم، ایشون هم روشن شدیم. بر صورت آقا حسین از احوادم نگران بودم. پایان بحث برای ما 20 ثانیه فقط. فقط بگم اون روایتی که هست میگه ثم خلطنا بلحمه،
میگه که ائمه میگن، میگن که خدا ما را با گوشت خودش مخلوط کرده است. اعوذ بالله مشی. نعوذ بالله. بفرمایید به عنوان آخرین بخش در واقع 20 ثانیه فقط جمع بندی فرمایید. سخنی برای گفتن نمونده به خاطر اینکه تیر خلاصی رو آقا مجید زدن، یعنی کل شرک رو در دنیا با این کلام خودشون توجیه کردن. پس مشرک در دنیا نبوده، لات، عزا، منات، همینا ذات خدا هستن که خداوند در ذات اینها حل شده. متشکرم استاد منصور حسینی، متشکرم شما دکتر خالق و مخلوقی کردن. از شما جان بیننده که شاهدی برنامه بودی کمال تشکر دارم. وقتمون پایان رسیده، با عرض پوزش من عذر میخوام قبل از این که برنامه ختم بشه. عزیزان و ملت عزیز ایران، 34 سال محمد بن عبدالوهاب فکر انحرافی داشت، شاهد بودین، اعلام کردیم، اما جامعه روحانیت گویا تصمیم گرفته است بار دیگر جام زهر را نوش جان فرمایند. خدا نگهدارت. یا امان الله.